بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز سلام، باز هم خوشحال هستم که بنده در خدمت شما قرار دارم و شما را هم به ادامه درس مضمون بیولوژی صنف دهم خوش آمدید میگم. امیدوارم که تا اخیر جلسه ما را همراهی بکنین. خب شاگردای عزیز، عنوان را که امروز ما و شما قرار است روی بحث داشته باشیم در رابطه به فصل چهارم از صفحه 34 کتاب، شما لطف بکنین صفحه 34 کتاب یک بار باز بکنین. در اینجا ببینین بخش سوم، صحت و سلامتی انسان، و در این طرف فصل چهارم که اصل درس ما شروع میشه، صفحه 34 کتاب است. پیدا شد از همگی؟ بسیار عالی. خب شاگرد عزیز متوجه باشین، ما شما در فصل قبلی و در جلسه بعدی در رابطه به خلاصه فصل سوم خوانده بودیم، گفتیم که مرکبات عضوی شامل کدام ها می باشن، اینا در متابولیزم چه رول دارن، ترکیب اینا چی است، و صورت عموم در زندگی روزمره ما چی اهمیت داره. هدف این فصل ما چی است؟ ببینید، آشنایی با امراض و عوامل آنها. چی؟ آشنایی با امراض و عوامل آنها. ببینید، حتما در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم، خود ما و شما و اعضای فامیل ما و شما چی بخواید چی نخواهید، به یک ایده یا به یک نوعی از مرض چکار میشه؟ مبتلا میشن. ما و شما به عنوان قشر روشن فکر و نسل جدیدی که اهل علم هستیم، باید بفهمیم که این امراض عواملش چی هست، از کجا میشه، ما شما تا حد بتانیم که در مقابل ناو قایه بکنیم، جلوگیری بکنیم، تا برای جامعه خود، برای مردم خود چیکار بکنیم؟ خدمت بکنیم. صحیح است؟ خب شاگردای عزیز، موضوعاتی را که ما شما در رابطه با از او امروز بحث میکنیم، اول در رابطه با خود مرض هست، در رابطه با وقایه هست. صحیح است؟ در رابطه با تغذیه و غذا می باشه. صحیح شد؟ و همچنان عنوانی که روی زو بحث داریم، در رابطه با عواملی امراض می باشه. صحیح شد؟ ببینید شاگرده عزیز، شما حتما با نام مرض آشنا شدین. ببینید، در حالت عادی وقتی که یک شخص سالم باشه، صحتمند باشه، فعالیت های روزمره را به صورت بسیار منظم و درست چکار میکنه؟ انجام میده. اما زمانی که اینمی حالت تعادل بدن ما و شما اگر حالت تعادل بدن دگرگون شوه، ما میگیم که این حالت برامی چی یاد میکنه؟ به نامی مرض یاد میکنه. قطعا شما میفهمین که وقتی ما صحتمند باشیم، تمام فعالیت روزمره خود به درستی انجام میدیم، اما بعض وقتا میبینیم که دچار درد میشیم، دچار گرفتگی میشیم. این کلش چی هست؟ دیگرگونی بدن ما و شما رو نشان میده، و این خودش ما و شما گفته میتونیم چی هست؟ مرض. ما میگیم که به یک مرض چکار شدیم؟ مبتلا شدیم. ولو درد میده باشه، ولو سردردی باشه، ولو دندان دردی باشه، هر کدام اینا خودش چی هست؟ یک مرض هست. سرماخوردگی خودش چی هست؟ یک نوع مرض هست. و قسمی که در هدفم گفتم، آشنایی ما شما به امراض و عوامل، وقتی که ما خدای نخواسته به کدام مرض مبتلا میشیم، ما شما باید در قدم اول عوامل از رو بفهمیم، راه جلوگیری از رو بفهمیم، و تداوی از رو تا حدی ما شما چکار بکنیم؟ در خانه و پیش خود انجام بدیم. خب و همچنان اصطلاح دیگه به نام وقایه هست. وقایه یعنی چی؟ ببینید، ما به شما قبل از اینکه مریض شویم، وقتی قبل از اینکه ما به کدام مرض مبتلا شویم، خیلی شما حتما حال دیگه هوشیار شدین، میفهمین که وقایه چی هست. وقایه قبل از مریضی، یعنی راههایی که به مرض مبتلا نشیم، به مرض مبتلا نشویم. این میره خودش میگه چی؟ وقایه. مثلا وقتی که بخصوص در
این روزها همگی میبینید دستکش استفاده میکنه، همگی ماسک استفاده میکنه. و یک مثال است. ویروس و همچنان عوامل امراض در تمام جاها وجود داره. اما ما و شما باید چیکار بکنیم؟ وقایه بکنیم. یعنی قبل از اینکه به مرض مبتلا بشویم ما باید راههای جلوگیری رو مد نظر بگیریم که این خودش چی میشه؟ وقایه میشه. وقتی که ما ماسک استفاده میکنیم، وقتی که ما دستکش استفاده میکنیم، این خودش یک نوع چی میباشه؟ یک نوع وقایه میباشه. وقتی که یک کس مریض است، وقتی که سرفه میکنه یا عطسه میزنه، اگر ما و شما در مقابل زو قرار داشته باشیم قطعا چیکار میشیم؟ ما هم به مرض مبتلا میشیم. اما زمانی که ماسک داشته باشیم یا زو دوری بکنیم، حتی فاصله دور را مراعات کردن از یک شخص مریض هم خودش یک نوع چی هست؟ یک نوع وقایه است. یعنی باعث شده که ما و شما به مرض مبتلا نشیم. وقتی که ماسک استفاده میکنیم این باعث میشه که ما و شما به مرض مبتلا نشیم. وقتی که ما پرخوری میکنیم امکان داره که ما شما به مریضی معده دردی مبتلا شیم، کدام مریضی دیگه شکم دردی مبتلا شیم. وقتی که ما غذای خود کنترل میکنیم، غذای پاک استفاده میکنیم، وقتی که پرخوری نکنیم، این خودش هم یک نوع چی میباشه؟ یک نوع از وقایه میباشه. این قبل از اینکه ما شما به یک مرض مبتلا شویم، راههای جلوگیری از رو ما میگیم چی؟ وقایه. درست شد؟ بسیار عالی. تغذیه و غذا و رول ازی در وقایه و مرض چی میباشه؟ ببینید تغذیه یعنی غذا خوردن، تأمین انرژی، درست؟ و همچنان غذا چی است؟ غذا میگیم که به موادی گفته میشه که تعریفش نوشته میکنم به صورت بسیار خلاصه. غذا چگونه تعریف میشه؟ به موادهای گفته میشود که قابل خوردن باشه، در بدن قابل هضم باشد و انرژی آزاد بکنه این را ما و شما برش غذا میگیم. اما شما جنبه اسلامی و مذهبی زیرا هم مد نظر بگیرین. نمیدونم شاید گوشت خوب مثلا قابل خوردن است، انرژی آزاد میکنه، در بدن هضم میشه، اما خداوند جل جلاله ای را برای ما و شما منع قرار داده. به خاطر چی؟ به خاطر که دارای میکروب ها میباشه و ما و شما را به امراض مبتلا میسازه. درست است؟ پس غذا رو میگیم با مادهایی گفته میشه که قابل خوردن باشه، در بدن قابل هضم باشه و همچنان انرژی آزاد بکنه. درست است؟ البته نه غذاهایی که از لحاظ و از نظر دین اسلام حرام قرار داده شده. درست شد؟ بسیار خوب. خب ببینید غذا و تغذیه در مرض وقایه چی رول داره؟ و همچنان یک موضوع اینجا در وقایه دیگه چی رول داره؟ یکی از عواملی که برای پیشگیری از مرض فوق العاده مهم میباشه چی هست؟ ورزش هست. چی؟ ورزش. خود ورزش هم یادتان باشه که برای وقایه و جلوگیری از امراض فوق العاده مهم و ضروری میباشه. اینا رو ببینید، تغذیه و غذا اینا رول اساسی داره، ارتباط مستقیم با ورزش داره، اینا ارتباط مستقیم با وقایه داره، ارتباط مستقیم با چی داره؟ با مرض داره. ببین وقتی که ما و شما تغذیه سالم داشته باشیم، وقتی که ما و شما غذاهای مختلف و غذاهای سالم و پاک را استفاده بکنیم، ما و شما قطعا به مرض مبتلا نمیشیم. درست است؟ و این خودش چی میشه؟ و این خودش وقایه میشه. و برعکسش تغذیه و غذا، هرگاه بدن ما و شما به چه بخواد چه نخواد به انواع و اقسام مواد غذایی ویتامین ها مینرال ها ضرورت داره. اگر ما تغذیه سالم داشته باشیم، اگر ما غذاهای مختلف متنوع روزانه استفاده بکنیم، ما قطعا به مرض مبتلا نمیشیم. اما برعکسش اگر تغذیه سالم نداشته باشیم، ما ویتامین استفاده میکنیم اما مینرال استفاده نمیکنیم، پروتئین استفاده میکنیم اما قند استفاده نمیکنیم، یا به کلی بعض کسا میگه خالی چربی چاق میکنه، زیاد مفید نیست، برای سیستم هاضمه مضر است، وی استفاده نکنه، بدن از اون دچار عارضه میشه، به خاطر که شحمیات هم خودش در بدن ما و شما رول اساسی رو داره، باعث ایجاد چی میشه؟ انرژی میشه و همچنان باعث محافظت میشه، باعث کنترل درجه حرارت میشه. پس هر کدام از این مواد غذایی به نحوی در بدن ما و شما چی هست؟ فایده داره، اما حدی متعادلش. درست است؟ پس اگر تغذیه سالم نداشته باشیم، یک نوع از غذا استفاده بکنیم، دیگهش بگه نه مزو خوردم دیگه از این نیاز نیست، این تغذیه سالم نیست. تغذیه سالم تمام موادهایی که بدن ما شما ده ضرورت داره او میگه تغذیه سالم. پس تغذیه
تغذیه سالم ارتباط داره با مرض. اگر تغذیه سالم کرده باشی ما شما به مرض مبتلا نمیشیم. اگر تغذیه ما ناسالم باشه و از موادهای مختلف استفاده نکنیم ما شما امکان داره که به مرض چیکار شویم؟ مبتلا شویم. و همچنان وقایه ارتباط مستقیم با چی داره؟ با تغذیه. تغذیه سالم خودش یک نوع وقایه میتونه باشه. درست است؟ بسیار عالی. خب این روی عوامل امراض. خب شاگرد عزیز شما متوجه باشین عوامل امراض به صورت عموم میکرو ارگانیزم ها می باشه. چی؟ میکرو ارگانیزم ها یعنی میکروب ها. اونمو مواد هایی که اونمو موجوداتی که به چشم دیده نمیشه. یعنی چی؟ میکروب. میکروب چه نوع موجودات هستند؟ از جمله میکرو ارگانیزم های هستند. ارگانیزم بمانای اعضا عضو، میکروب بمانای چی؟ کوچک. یعنی اون موجوداتی که اعضاشون فوق العاده کوچک است و بدون چشم مسلح یا بدون انظمی میکروسکوپ ها قابل دید نمی باشه. به اینا میگه چی؟ به اینا میگم میکروب ها. میکروب بمانای چی؟ کوچک. یعنی موجودات زنده کوچک. یادتان باشه که اینمی میکرو ارگانیزم ها یا میکروب ها در هوا، در آب، در بالای نباتات، در خاک، صحیح شد؟ در خاک و همچنان در بالای بدن انسانها، حیوانات و همچنان در داخل بدن موجودات زنده اینا زندگی میکنن، زندگی میکنن و وجود دارند. صحیح شد؟ ببینید میکرو ارگانیزم ها یا اینمی میکروب ها موجودات ذره‌بینی که به چشم دیده نمیشه اینا در تمام جهاشی است وجود داره. بعض اینا، بعض از اینها چی برای ما شما ضرر میرسنه، ما شما را مریض میسازه، اما بعض از اینها فایده هم داره. اگر میکرو ارگانیزم ها یا میکروب ها نباشه ما و شما هم زندگی کرده نمیتانیم. یادتان باشه، باز درس های بعدی براتان میگم. اگر میکرو ارگانیزم ها یا میکروب ها نباشه زندگی ما و شما هم دچار اختلال میشه، ما و شما هم زندگی نمیتانیم. و همچنان یک عده زیادی از اینها باعث چی میشه؟ باعث مرض میشه. آن عده از میکرو ارگانیزم هایی که باعث مرض میشه، باعث مرض میشوند به نام پاتوجن یاد میشه. پاتوجن. پاتوجن یعنی اونمو میکرو ارگانیزم هایی که باعث چه میشه؟ مرض میشه. پاتوجن برش میگیم. صحیح شد؟ خب شاگردای عزیز ببینید در رابطه با عوامل امراض باز هم میگم میکرو ارگانیزم ها یا میکروب ها از جمله عواملی امراض هستن. به صورت عموم اینا باعث امراض میشه. اینا هم در هوا، هم در آب، هم در بالای نباتات، هم در خاک، هم در بالای بدن ما و شما، در دهان، در روده، در میده، در تمام قسمت های بدن، در داخل بدن ما و شما زندگی میکنن، در بالای بدن ما و شما زندگی میکنن. و یک ایده اینا مفید هستن که بدن که در کل موجودات زنده و انسان ها بدون اینا زندگی کردن نمیتونن. یک ایده شان هم مضر هستن که به نام چی یاد میشه؟ به نام ایجاد کننده مرض یا پاتوجنیات میشه. صحیح شد؟ شاگردای عزیز درس امروز در همینجا به پایان میرسه. ما براتون کار خانگی میتوم، شما کار خانگی را در خانه با استفاده از درس امروزی، با استفاده از کتاب چه کار میکنین؟ حل میکنین. کار خانگی چی هست؟ کار خانگی. سوال اول، عوامل امراض به صورت عموم کدام موجودات اند؟ سوال دوم، آیا تغذیه در امراض ارتباط دارد؟ تحلیل کنید. سوال سوم، غذا چیست؟ تعریف نمایید. سوال چهارم، وقایه را تعریف کنید. تعریف نمایید یعنی نظریاتتان را
با ذکر مثال درباره وقایه بنویسید. خب شاگرد عزیز، درس امروز ما شما به اینجا به پایان میرسه. کوشش کنید درساتون رو در خانه بخونین، از وقت هایتان استفاده مثبت بکنید. تا دیدار بعدی و جلسه بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.